در این آموزش تصمیم داریم در رابطه با نرم افزار موکا صحبت کنیم. همچنین این نرم افزار رو معرفی کنیم که چه نرم افزارهایی هست و چه کارهایی میشه با این نرم افزار انجام داد. موکا یک نرم افزار بسیار قدرتمند و فوق حرفه‌ای در عرصه ترکینگ، چه در موشن ترکینگ، ماسک ترکینگ و چه در کامرا ترکینگ. و صد البته در قسمت استیبلایز به معنای تثبیت کردن و گرفتن لرزش فیلم که البته بیشترین تمرکز این نرم افزار در عرصه موشن ترکینگ و ماسک ترکینگه. هرچند در عرصه موشن ترکینگ شاید بشه گفت هیچ نرم افزاری به قدرتمندی نرم افزار نیست، ولی در ایران این نرم افزار حتی بین کاربران گرافیک و جلوه ویژه تقریبا میشه گفت که مقبول مونده. موکا فقط به ترکینگ محدود نمیشه. قابلیت بسیار مهم و کاربردی دیگر موکا اینه که میتونیم یک قسمت از فیلم رو که ترک کردیم اون قسمت رو برامون به گونه ای حذف کنه که حتی بگیم وجود نداشته. یعنی با استفاده از اطلاعات محیط اطراف قسمت ترک شده، قسمت ترک شده رو برامون حذف میکنه. کنگار نه انگار این قسمت از ابتدا وجود داشته. از ویژگی های دیگه موکا اینه که اطلاعات خروجی ترکینگش رو در بسیاری از نرم افزارها از جمله آفتر افکت، نیک، فینال کات و غیره میشه استفاده کرد. نرم افزار موکا چند نسخه ازش ارائه شده. حالا اینجا ما اگر بخوای معرفی کنیم دو تا از نرم افزارهاش که قابلیت بسیاری نسبت به بقیه دارن رو میگم. موکا وی آر نسخه از نرم افزار پرطرفدار موکا است که برای ساخت فیلم های واقعیت مجازی ویچول ریالیتی که به اختصار با عنوان وی آر شناخته میشه ارائه شده. موکا وی آر علاوه بر اینکه به صورت نرم افزار مستقل ارائه شده، دارای پلاگین هایی برای آفتر افکت، اوید میدیا کمپازر، پریمیر پرو، او اف ایکس هاتس، مانند نیک فاندریز و فیژن هستش. تا فیلم سازان در ساخت فیلم های 360 درجه و وی آر به معنای واقعیت مجازی رو در اعمال افکت های بصری یا کیفیت یاری دهند. موکا در این دهه گذشته همیشه به عنوان یک نرم افزار مسیریابی و ترکینگ در میکس و تدوین ویدیویی مطرح بوده و اکنون یک دستیار بسیار قوی و جدا نشدنی برای حرفه‌های عرصه تدوین و جلوه‌های ویژه محسوب میشه. در واقع موکا وی آر علاوه بر اینکه تمام ویژگی‌های نرم افزار موکا پرو که یک نسخه دیگه از همین نرم افزار هستش رو در بر داره، امکان کار با ویدئوهای 360 درجه و وی آر رو هم نیز فراهم میکنه. تا اینجا فهمیدیم که موکا پرو و موکا وی آر دو نسخه شبیه همن. فقط چند ویژگی جدا داره موکا وی آر که نشون میده قوی تر از موکا پروه و علتش هم کار با ویدیوهای 360 درجه هست. قابلیت های کلیدی این نرم افزار موکا وی آر چی هست حالا؟ ابزار افکت گذاری ویدیوهای وی آر و 360 درجه، یک نرم افزار ترکینگ در میکس و تدوین ویدیو هستش، ابزارهای حرفه‌ای روتب ماسکینگ، حذف خودکار آبجکت ها، دستیاری برای حرفه‌ای‌های عرصه تدوین و جلوه‌های ویژه، تنظیم ترکینگ ماژول، مدیریت حرفه‌ای رنگ‌ها، محیط کاملا حرفه‌ای، خروجی دادن به اکثر نرم افزارهای ویرایش و افکت گذاری فیلم و انیمیشن مانند نیک، آفتر افکت، دوینچی رزول،
اسموک، اتودسک فلم، FCPX ارائه تمام ویژگی ها و امکانات نرم افزار محبوب موکا پرو و ویژگی های دیگه. کاربردها و ویژگی های نرم افزار موکا. اینجا میخوایم یک سری از کاربردها و گزینه هاشو بگیم و در رابطه با آنها توضیح بدیم. تعداد زیادی هستش ولی ما اینجا میتونیم فقط خلاصه از اون در اندازه 7 مورد از این ویژگی ها رو براتون بگیم. اولین ویژگی پلاگین آپشنه که یک قابلیت جدیدیه که به تازگی در نرم افزار موکا اضافه شده و قطعا تحول زیادی رو در روند رشد موکا اضافه خواهد کرد. اضافه کردن پلاگین میتونه یک امر خیلی مهم در هر نرم افزار باشه تا کاربران هر نرم افزار بتونن قابلیت های دلخواه خودشون رو به نرم افزار اضافه کنن. Advanced Routive Tools قابلیت بعدیه که به اون میپردازیم. بحث روتوسکوپی در نرم افزار موکا هستش که با این قابلیت میتونیم اجسام از محیط جدا کنیم و نرم افزارهای کامپوزیت همچون آفتر افکت، نیوک، فیوژن و ادیت های مورد نیاز خود رو روی اونها اعمال کنیم که واقعا قابلیت جالبی هستش. Object Removal به معنای حذف کامل. قابلیت بسیار جذاب و جالب نرم افزار موکا که از ورژن های جدید این نرم افزار به اون اضافه شد، کسانی که تو بخش روتوسکوپی در فیلم های سینمایی و سریال کار میکنن میتونن خیلی راحت کارهای حذف اجسام و افراد از صحنه ها رو با این تکنیک انجام بدن. البته باید این نکته رو فراموش نکنیم. این ابزار در محیط های خیلی پیچیده فعلا زیاد عملی نیست و انشالله که در ورژن های جدیدتر این مشکل هم حل میشه. Insert Module. Insert Module یک قابلیت بی نظیر دیگه از این نرم افزار قدرتمنده. شاید خیلی مواقع پیش اومده باشه که بخوایم مثلا تصویری رو داخل صفحه موبایل خود تغییر بدیم یا تصاویر داخل بیلبورد های داخل شهر رو تغییر بدید و تعویض اون براتون مشکل باشه به دلیل تکون های شدید دوربین. این هم براتون مشکل باشه ولی این نرم افزار با قابلیت اینسرتی که داره میتونه خیلی راحت این کار رو برامون انجام بده. لنز ماژول قابلیت حذف لنزها که به اصطلاح چشم ماهی میتونه در بعضی از مواقع برای ما کاربردی باشه و ما رو از این فیلم برداری دوباره و پرهزینه خلاص کنه. این قابلیت از نسخه های جدید این نرم افزار اضافه شده و واقعا بی نظیره. 3D کامرا سولور. بله، این هم یکی از قابلیت های جذاب و بسیار کاربردیه که میتونه برای یه همچین نرم افزار ترکینگ سه‌بعدی باشه و انتقال اون نرم افزارهای مورد علاقه کامپوزیت مثل آفتر افکت. شما کافیه ترکینگ صفحه‌ای که انجام میدید و با این قابلیت به صورت سه‌بعدی برای نرم افزارهای سه‌بعدی خروجی بگیرید. این هم آخرین گزینه‌ای که می‌خوایم از این ویژگی‌های نرم افزار بگیم. اینقدر ویژگی‌های نرم افزار خوب و زیاده دوست داریم بیشترش رو بگیم. ولی در حال حاضر همین مقدار کفاف می‌کنه تا اینکه بتونیم در آموزش‌های بعدی بتونیم این نرم افزار رو دنبال کنیم و یاد بگیریم. آخرین ویژگی این نرم افزار ویژگی استیبلایز ماژوله. خیلی از موقع ها به دلیل نبود امکانات فیلم برداری ممکنه فیلممون شامل لرزش های شدیدی باشه. این نرم افزار با قابلیت جدید خودش برای حذف لرزش فیلم بی نظیره و میتونیم روی نرم افزار خیلی خوب حساب کنیم. این یک سری از ویژگی های این نرم افزار بود. حالا در آموزش بعدی میخوایم تا
طریقه نصب این نرم افزار رو بگیم. پس با آموزش های بعدی ما همراه باشید.